تو این کانال زیاد درباره فنف سکیوریتی بریچ صحبت کردم اما معمولا روی جزئیات کوچیک هویت واقعی شخصیت های اصلی و دشمنان تمرکز میکنم با این حال امروز میخوام یه رویکرد کاملا متفاوت رو در پیش بگیرم و به معنای واقعی کلمه به بزرگترین رمز و راز سکیوریتی بریچ بپردازم این همون تنگله یا همون که بیشتر شناخته شده بلاب این موجود به هم ریختگی از سیم ها از انیماترونیک های قبلی فزبر و احتمالا چیزهای خیلی وحشتناک دیگه است اما فعلا بذارید بعدا دربارهش صحبت کنیم هرچند توی تئوریهای قبلیم بهش اشاره کردم اما امروز میخوام همه چیزهایی که میدونیم رو, رو روی میز بذاریم و واقعا این معما رو حل کنیم و شاید حتی بتونم توی همین هنگ چیزهای دیگر رو هم حل کنم پس بی مقدمه رفقای مشتی بیاید راز بلاب رو حل کنیم بلاب فقط دوبار توی بازی ظاهر میشه اولین بار توی سکیوریتی بریج بود جایی که توی پایان بندی برن ترپ میبینیمش و دومین بار توی دی ال به اسم روین بود جایی که میتونیم توی همون اول بازی یه نگاه گذرا بهش بندازیم پس همون اول کار چیز زیادی برای بررسی کردن نداریم اما نگران نباشید چون اینجا تموم نمیشه توی گزارش های تلز فرام ده پیزا پلیکس تویده ماشینالات و جسدهایی که میمیک درست میکنه چندین بار تنگل خطاب میشه. فکر نمی کنم این واقعا همون تنگل باشه اما شباعت های کوچیکی مثل این وجود داره که بعدا بیشتر در بارش صحبت میکنیم. بیایید انیماتور هایی که میشه توی بلا پیدا کرد رو بررسی کنیم و ببینیم آیا میتونه بهمون کمک کنه یا نه. لیستشون اینه چیکا، بانی، منگل، بیبی، پاپت و چندتا تا اندسکلتون. این نکته رو یادتون باشه چون بعدا مهم میشه خود بلاب توسط سر فانتاین فردی هدایت میشه همین موضوع یه مشکل توی حل کردن این که بلاب قرار بوده چی باشه ایجاد میکنه فانتایم فریدی و سرکس بیبی به خاطر آتیشی که توی فنف 6 میبینیم باید نابود میشدن و میبینیم که انیماتورنیک های اصلی توی فنف 3 جدا سازی شدن پس اینجا چه خبره؟ بازی حالا داستان فنف رو بهمون میگه میبینید که این انیماتورنیکا اونای اصلی نیستن بلکه نسخه بازسازی شده از همون بازی هستن همچنین میدونیم که به احتمال زیاد اینها به پیتزا پلکس فرستاده شدن چون توی بخش‌های پایینه داستان‌های پیتزا پلکس یه محموله بزرگ از انیماتورنیکا رو میبینیم که به اونجا فرستاده میشه پس ممکنه اونا توی زیرزمین پیتزا رها شده باشن و به نوعی به بلاب تبدیل شده باشن اما چطور خب بیاد بررسی کنیم دانشنامه شخصیت فنف به این موضوع اشاره میکنه که بلاب منشب و اسکلت فلزی اندوی خودشو داره این منطقی به نظر می‌رسه چون هر دوی موجودات توی چاله زیر پیتزا فلکس هستن اما واقعا چی داره به این موجود نیرو میده؟ چرا اینقدر پرخوشگر و دشمنه؟ خب رفقا جوابش توی فنف 6 و نقشه هایی که توی پایان بندی اون بازی دیدیم وجود داره یاد گرفتیم که رمننت با استفاده از آتش نابود یا آزاد میشه حالا قبل از اینکه توی جزئیات رمننت و آگونی غرق بشیم بذارید توضیح بدم که رمننت و آگونی واقعا چی هستن آگونی از احساسات قوی به وجود میاد یه مایه لزج و سیاهه که به روحا اجازه میده تا اشیاء فلزی مثل انیماتونیکا رو تسخیر کنن وقتی فلزی که با آگونی پر شده آب بشه رمننت رو به وجود میاره که میشه با اسکوپر که توی سیس لوکیشن میبینیم به بدن میزبان تزریق کرد پس حتی اگر نقشه هنری توی فنف 6 میشد و همه تاثیر رمننت خونسا میشد باز هم اگونی باقی میموند. اما برای اینکه یه توده عظیم از آشغال به این شکل رفتار کنه به آگونی زیادی احتیاج داره پس همه این اگونی مورد نیاز از کجا اومده خب رفقا جواب این سوال همزمان خیلی پیچیده و خیلی هم ساده است گیت شدید بذارید با باز کردن این معما شروع کنیم و بفهمیم یادتونه گفتم چند تا اندوسکلتون توی بلاب وجود داره خب رفقا همین اندوسکلتون ها میتونن دلیل این باشن که بلاب پر از اگونی باشه میبینید حادثه بچهای گم شده تنها مجموعه قطعهایی نبود که ویلیام افتن توی دهه 1980 انجام داد یه حادثه دیگه مربوط به بچهای مرده هم بود که توش ویلیام 5 تا بچه رو توی فردی فازبر تازه باز شده همون جایی که توی فنف دو بازی میکنیم کشت این همون همونهایی هستن که توی مینی گیم توی فنف دو میبینیم در حالی که قبلا به شدت مخالف تسخی شدن عروسک توسط روح بچه ها بودم به مرور زمان بیشتر به این موضوع باور پیدا کردم تسخی شدن اونا کاملا توضیح میده که چرا فعالیتاشون با گذشت هفته عجیبتر و ماورایی تر میشه یا چرا همشون چشم های نقره نمادینی دارن که این نشونه کاملا واضح از تسخی شدن هست درست مثل گروه اصلی فردی فازبر اون بچه های مورد به کافی به انیماتورونیک های عروسکی نزدیک بودن که آگونی اونها وارد عروسکها و حتی اگه مثل حادثه بچه های گم شده چپونده نشده باشن یه عامل وجود داره که عملا تضمین میکنه که اونها عروسک ها رو تسخیر کردن و اون عامل پاپت هستش توی آخرین کتاب فنف تیلز فرام د پیتزا پلکس توی داستان بی هفتار دو به همون گفته میشه که روحا تا زمانی که بدنشون پیدا نشه مرگشون رو نمیپذیرن میبینیم که پاپت بچه های امسی رو برای تسخیر کردن انیماتورنیک های فنف یک هدایت میکنه و به زندگی ادامه میدن پاپت واقعا بچه ها رو توی لباس ها قرار نمیده ویلیام این کار کرد این فقط یه نماش روحانی از آگونی بچه‌هاست که روحشون رو به اون انیماتورنیک خاص وصل میکنه پاپت اساسا نقش چوپان رو بازی میکنه پس کی گفته امکان همین کار برای بچه فنف دو وجود نداره حالا فرض کنیم اندوسکلتون ها توی عروسک هستن اگونی دارن و روحهای اونها رو تسخیر کردن این چرا توی بلاب داره خب اون اندوسکلتون هایی که توی بلاب هستن میتونن همون هایی باشن که دربارهشون صحبت کردیم اما این آخر ماجرا نیست چون من فکر میکنم بلاب مجموعه از تمام اشیاء تسخیر شده کل فرانچایزه این شبیه آگونی از بخش‌های پایانی بر فایت هستش. یه توده عظیم از آشغالای تسخیر شده که پر از آگونی هستن، اما نکته جالب اینه که آگونی وقتی توی دریاچه میافته و حل میشه شکست میخوره. یه دریاچه زیر پیتزا پلکس کنار جایی که بلاب رو پیدا میکنه وجود داره. پس اگه اینجا جایی که همه چیزای تسخیر شده کل فرانچایز بهش خط شدن، بلاب یه موجود فوق فوق‌العاده قدرتمنده. اون انقدر بزرگ و قویه که احتمالا همون چیزی که باعث خرابیایی شده که توی بخش روین می‌بینیم. اگه اون موجود از زیر زن سرزمین پیتزا پلکس فرار کنه میتونه کل شهرها رو نابود کنه اینجا حتی جایی نیست که شواهد آگونی تموم بشه همچنین ممکنه بلاب جایی باشه که آگانی همه آدمایی که توی پیتزا پلکس مردن رفته باشه بذار توضیح بدم توی کتاب‌های تست فرامد د پیتزا پلکس کلی مرگ اتفاق میفته یعنی توی هر کتاب حداقل چهار نفر میمیرن اما نکته اینه که 99 درصد اون مرگ‌ها توی مگا پیتزا پلکس اتفاق میفته فاز بر انترتینمنت به وضوح میخواد مرگ‌های وحشتناکی که توی مهمترین مکانشون رخ میده رو پنهان کنه ما این رو اول توی بخش کلایتروفوبیا میبینیم جایی که شخصیت اصلی گریدی داره میمیره و همکاراش ولش میکنن از اونجایی که فازبر نمیخواد کسی از اتفاقاتی که داره میفته خبردار بشه جنازه ها رو جایی میذارن که کسی پیداشون نکنه توی زیرزمین پیتزا پلکس توی همین کتاب خیلی وحشتناکتر و بجوزیاتر از هر چیزی هستن که قبلا دیده بودیم وحشیانه منزجر کننده از درسته من فکر میکنم این مرگ های فوقالعاده وحشتناک آگونی خیلی بیشتری تولید میکنن روی همه چیزهایی که قبلا توی بلاب بوده کارگرها و نوجوانهایی که توی بخشهای جانبی داستان کشته شدن هم روی مقدار وحشتناک آگونی و رمننت که توی این توده اسپاگتی فردی در جریانه تاثیر دارن اگه فقط یه ذره رمننت برای اینکه فانتایم ها رو باهوش کنه کافی بود تصور کنید بلاب چقدر قدرتمند و چقدر میتونه یه تهدید بزرگ باشه پس بیا تک چیزهایی که میتونن به این موجود نیرو بدن رو بررسی کنیم اول از همه مطمئناً یه مقداری از آگونی حادثه بچه های گمشده ای امسیا اینجا هستن همونطور که قبلا گفتم رمننت و روح‌ها ممکنه توی فنف 3 و 6 آزاد شده باشن اما انرژی احساسی که از خودشون جا گذاشتن هنوز وجود داره این توضیح میده که چرا قسمت اصلی بلاب سیاه تیر است آگانی هم همین رنگ داره و همچنین مایه هستش حالا که درباره بچهای مرده صحبت میکنیم دیسی های از فنف دوم تقریبا مطمئنا توی این ماجرا دست دارن اگر روی دیسی های وارد توی انیماتورونیک شده باشه یعنی یه عالمه آگانی و انرژی روحی وجود داره که دربارهشون توضیح داده نشده ما به لطف روزنامه‌ای که توی آخر فنف دو میبینیم میدونیم که توی انیماتورونیک ها دور انداخته شدن ما دیگه هیچ وقت توی بازی ها نمیبینیمشون این یه عظیم توی نقشه های هنری توی یا سیمیولیتر هستش حتی اگه تیکای از با که توی فنف سه میبینیم واقعی باشن اسکلت های فلزی از با بازی اونجا نیستن و اونها هستن که روح از با ها رو در خودشون دارن و حالا حدس بزنید چی؟ درست وسط بلاب هستن به احتمال زیادی مقدار آگانی از افتنها و انیماتورنیک های فانتایم هم هستن چون همه اونا توی نزدیکی بلاب سزونده شدن بلاب همچنین داره تصاویر قوی از فانتایم هستش که تیکایی از بیبی و یه سر کامل از فانتایم فریدی داره چون رو کنترل میکنه این ما رو به منبع قدرت بعدی میرسونه انیماترونیکای فنف من قبلا توضیح دادم که تیک های انیماتورنیکایی که توی بلاب میبینیم از اون انیماتورنیک های اصلی نیستن بلکه از نسخه های ریبوت شده هستن که توی فنف AR می‌بینیم. میبینیم این توضیح میده که چرا چیکا انقدر با چیزی که توی فنف یک میدیدیم فرق داره و در حالی که شخصیت مثل سرکس بیبی بی و فانتاین فریدی اونجا هستن در حالی که باید نابود شده باشن کل گیم پلی فنف ای درباره جانوری رمننت و آگونی و تزریق اجباری اونها به انیماتورنیک های ما بود که باعث میشه انرژی بیشتری توی بلاب وجود داشته باشه ما همچنین قربانی های کتاب ها رو داریم اما من قبلا خیلی با جزئیات دربارهشون صحبت کردم پس تکرار حرفان بیمورد به نظر میرسه آخرین مورد پاپت هستش تنها کسی که توی فنف ایار نیست کسی که بعد از فنف شیش باید میرفت اما به دلایل ناشناخته هنوز اینجاست یه مدت اصلا نمیدونستم باید با این چیکار کنم اما فکر میکنم الان فهمیدم توی پایان واقعی فنف شیش میبینیم که همه انیماتورنیک های اون بازی به جز لفتی سوزونده میشن هرچند این آخرین چیزی که از لفته میبینیم اما آخرین چیزی که از پاپت میبینیم نیستش همونطور که تئوری پردازهای دیگه اشاره کردن کلی نشونه از پاپت توی سکیوریتی بلیچ وجود داره اون سیم های یا سفید عجیب و عروسک های نات ماریون همه جا هستن در حالی که میخوام یه وقت دیگه به طور کامل درباره پاپت صحبت کنم مطمئنم که شارلوت امیلی اونجا حضور داره اما هر چیز دیگه ای رو باید تا دفعه بعد نگه داریم پس این همه شواهد بود که درباره بلاب داشتم اگه خوشتون اومد لایک کنید سابسکرایب کنید و توی کامنت نظر بدید و یادتون نره که روی آیکون زنگوله بزنید تا از ویدیوهای بعدی مطلع بشید تا ویدیو بعدی خدا نگهدار